صبح بخیر به ادامه برنامه و زندگی خوش آمدین و در این لحظات برنامه هم مهماندار هستم جناب آقای عبدالجبار اکبری مسئول یکی از نهادهای مدنی همراهی ما هستن و می‌خوایم در رابطه با فساد اداری در ادارات دولتی و خصوصی صحبت‌هایشون همراهی همراه ما و شما عیزان داشته باشن آقای اکبری خوش آمدین صبح شما بخیر باشه ممنون به نام یاد خدای بزرگ سلام خدمت شما سلام خدمت همه بیننده های تلویزیون خوب و علل خصوص برنامه صبح زندگی بسیار و یک خاص میکنم از تمام بخش تکنیک و همچنان پروڈیسر خوب آریاناک واقعا یک استیج بسیار مقبول و امروز ما در گل صبح شکف زده شدم ماشاءالله خیلی یک استیج مقبول زیبا و امیدوار هستم که برنامه هایتان هم همچنان یک استیج مقبول دارین برنامه هایتان هم به شکل خوبی و خوشی به با پیش بره و و ان شاء الله یک تلویزیون آریانا یک گلگوی خوب در میان رسانه های افغانستان باشه سلامت باشین تشکر از شما آقای اکبری که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و ست ما تعریف کردین از برنامه ما تعریف کردین البته در طرح قبلی هم با ما بیشتر وقتا بودین در برنامه از صحبت ممشم. شما ما مستفید میشدیم و امروز هم خوشبختانه دعوت ما رو پذیرفتید و بالا یک موضوع خیلی مهم می خایم نظر شما رو داشته باشیم در رابطه فساد اداری در ادارات دولتی و خصوصی اول این در در رابطه انواع فساد بر ما بگوین که انواع فساد کدام فساد هست و در افغانستان بیشتر کدامش زیادتر صورت میگیره متاسفانه در جامعه افغانستان فسادها انواع و اقوام مختلفی داره با گناه های مختلف اینجا البته این فسادها بیداد میکنه که میشه از بود اخلاقیش فکر امه. کرد و از بود سیاسی و از بود اجتماعیش ما فکر میکنم بیشترین صدمه ای که به مردم افغانستان در ادارات دولتی وارد شده مو فساد البته فساد اداری بوده است که بیشتر اینجا اوج میکنه تا فسادهای اخلاقی پا بوده ولی ما بود اخلاقیش سر جایش میگذاریم بستگی به مو اداره زی داره که داره از کدام کارشوه استفاده میکنه که بتونه جلو بله. وزیر بگیره ولی یگانه بدبختی که امروز دامنگیر مردمی افغانستان به خصوص شهروندای افغانستان شده است که اینا میرن در یک داره اما نه بس فساد اداری است که امروز در ادارات مختلف افغانستان بیداد میکنه این فساد البته در زمان حکومت آقای کرزی هم تا حدی بود است ولی ما فکر میکنم که ما فکر کردیم که البته با حکومت آقای غنی این فسادی داری در ادارات البته کاهش پیدا میکنه و مردم با این و با ای مشکل البته نقطه پایانی میبخشه ولی هست در ادارات هست ولی بعض ادارات هم هستن که ما نمیتونیم که تمام ادارات افغانستان رو بگیم بله. که فساد اداری است بعض ادارات هم هستن که اونا واقعا آری از فساد اداری هستن امروز ادارات سالم هستن ادارات کار هستن اداراتی هستن که به شکل اساسیش میرن اونجا مو کار شهروندار بسته وقت انجام میتن و مردمم اونجا قناعتش فراهم است و ما امیدوار هستم که اینمی معضلات از این ادارات برشیده شود یک یک مشکل کلانی که امروز واقعا مردم ما رنجان امانا بحث بروکراسی یا کاغذ پرانی است در بعض ادارات امروز کاغذ پرانی هم بیداد میکنه یا نوی از فساد داری گفته میشه وقتی کاری یک کسی انجام ندادی طبعا یا اداره از تو پول میخواد و یا هم در بدل از او بعض البته گپای است در 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 قبال از او ولی خوب است که ما اگر واقعا امروز میخوایم که در افغانستان کار کنیم عاشقانه و متحدانه کار کنیم متحد با وظیفه که وظیفه محوله ای که به ما سپرده شده او را به واجی هستنش سپاری کنیم خب درست است که امروز در بعض ادارات بعض مامورینی هستند که امروز عمو معاششان البته امرار حیات کرده نمیتونن فامیل از یار عمو معاش اینا میگیرن مثلا نمیتونه که اینا را مثلا برای یک ماهشون البته قینات بخش باشه بله. بتونه که تمام مشکلات یا تمام عمو مزلات اجتماعی از اینا را برآورده کنه بعض مشکلات بوده و در سابق قسمی بوده است که اینمی بر علاوه که مامورین دولت معاش میگرفتند یک مقدار کوپون هم داشته است که اینا امه. یعنی این جلوگیری میکنه از البته بله. فساد اداری، البته جلوگیری میکنه از فساد اخلاقی اینمی مردم واقعا سرتا است که ما وظیفه معولی خود به شکل اساسی اینجا انجام بدیم و ما به یک کارشوی را پیش بگیریم که واقعا مردم از ما راضی باشه و اداره ما یک اداره سامه سالم در در میان سایر ادارات تلقی شود و ما امروز بعضی ادارات داریم واقعا ادارات سالم مثلا از جمله میشه که ادارات پاسپورت نامبرد امروز ریاست پاسپورت که از ادارات سالم در سطح افغانستان است وقتی که کاری کار داره که آری از فساد اخلاقی است آری از فساد داری است ما رفتیم تمام جنبات شوج دیدن کردیم و ما امیدوار هستیم که انمی ادارات که واقعا امروز الگو است این الگو الگو به سایر ادارات امه. تا ما واقعا از این معضلات که امروز مردم افغانستان نگران است از این معضلات ما البته از این چالش ها رهایی ببخشیم تا واقعا عاشقانه امه. و متحدانه به خاطر یک افغانستان با به خاطر افغانستان با استقرار کار کنیم تا وطن ما از این بدبختی رهایی پیدا کنه ما اجتماعی فساد نزدیکتر شیم هرقدر ما دوچار فساد اخلاقی شیم فساد داری شیم و دوچار می بروکراسی امه. و کاغذ پرانی باشیم مردم از ما متنفر میشن اداره ما یک اداره ناسالم یک اداره ناکارا در میان مردم و در میان جامعه تلقی میشه و ما شاهد همچون چوب معضلات بودیم در افغانستان به خصوص در ادارات مختلف افغانستان حالا ما... چه فکر میکنید آقای اکبری از چند سالی که سفری شد تا به امروز چقدر فساد اداری فعلا کاهش پیدا کردن نسبت به های گذشته خب، آقای آقای رئیس جمهور بارها تاکید کرده است که ما روی فساد اداری تاکید کردیم و شما شاهدش بودین که یک اداره مستقل به نام فساد اداری بود این اداره البته ملغا شد و ما امیدوار بودم که این اداره البته گسترده تر می شد و این اداره بیشتر کار می کرد تا جلب همچه فساد امه. ادارات اداری که امروز در ادارات افغانستان است و وزی گرفته گرفته می شد و ما شاهدش بودیم که در بعض ادارات حتی نفر حیث افغانی رشوه رشو گرفته یا اخاذی گرفته است و این یک یک حقیقت این کار ناپذیر است و مستند هم امروز شما شاهدش هستید که از طریق رسانه ها از طریق سوشل میدیا شبکه مجازی یا رسانه های اجتماعی درس کرد در رسانه ها و در خانه مردم اه. و ما امیدوار هستیم که آقای رئیس جمهور کردن یک کارشوی را خب الله خب حکومت وحدت ملی است و هر کسی که البته در حکومت پیشرو ادراس قدرت می یا در برهه قدرت می یک تدابیر یک کارشوی اتخاذ کنه که واقعا در گام نخست اگر ما فساد اداری را کاهش پیدا کرد کاهش دادیم و در قبال از این ما مبارزه کردیم مسلما که ما یک کشور با ثبات هستیم یک کشوری هستیم که از لحاظ مدیریتی الگوی خوبی می باشیم در پیش کشور الله خیر در این 4 5 سالی که سپری شده بعضی پلان ها طرح ها حتی از دیگر کشورها آمدن و کسایی که در حکومتشان بودن آمدن با افغانستان با مسئولین و با کسایی که در رأس حکومت بودن بلا برای کاهش فساد اداری در افغانستان خیلی پلان ها و برنامه داشتن اما اینکه چرا نتیجه تا به امروز به اسناورده این ای ها را شما در چی میبینید حالا خب. ما بگیم که کلا دولت بی برنامه بوده تا به امروز و در قسمت کاهش فساد اداری برنامه‌ای نداشتن داشتن ولی نتیجه چرا به دست نوردن خب یک بدبختی کلانی است که امروز عدم تخصص و تجربه و البته تعهد است ما افراد خاصی را در ادارات داریم که اونا واقعا به موظیفه محولیشون البته تخصص ندارن اونا از کارشوی خاصی نمیتونن که برنامه خود یا هم وظیفه خود البته مدیریت کنن خب این می ضعف مدیریتی هم از وقتی که ما دچار خلای مدیریتی میشیم طبعا ما دچار فساد اداری میشیم میریم دست به فساد خب راهایی که ما را میتونه که ایجا پیش مردم یک انسان خوب البته تلقی کنه و ما را بگن که یک داری خوب است خب ما در پشت پرده شاید بعضی کارهای بکنیم فساد داری <تصفح> اونجا البته با اوج برسانیم ولی در روی پرداشت ما یک انسان سالم یک انسان خیلی خوبی باشیم خب این معضلات بود است و ما امیدوار هستم که هر کسی که امروز در یک وظیفه که گماشته میشه او به اساس تخصص البته او به اساس اون کارشوی که میتونه که اونم اداره را مدیریت کنه به اون اساس گماشته شود تا ما جلب فساد داری، البته کاسته شود یا کاهش پیدا کنه اگر قرار بی باشه که همه چی اما تعینات به اساس مرابط های سیاسی باشه مسلما هر کسی که در اداره رفت هر چیزی که دلش خواست اما تو میکنه و چه چی باشه چی فساد اخلاقی باشه و ده ها فساد دیگه که البته او میشه که بستگی به مو اداره داشته باشه او را انجام بده و ما امیدوار هستیم که اگر ما واقعا میگیم که ما تبع افغانستان هستیم ده این کشور ما البته پرورش پیدا کردیم تحصیل کردیم تعلیم کردیم و که می خواهیم که دمی کشور ماندگار باشیم بیاین صادقانه و متحدانه به خاطر یک افغانستانی که ما بدبختی ها را دیگه تجربه نکنیم این افغانستان یک کشور جنگ زده است اینجا جنگ بوده 41 سال بوده است که در افغانستان جنگ بوده و بیاین که از این بدبختی کشور را خیلی بخشیم تنها رای نجات کشور آن مو تعهد و پابندی به وظیفه ماست اگر ما یک فرد مسئولیت پذیر در قبال وظیفه ما بودیم در قبال شهروند و در قبال مردم ما مسئولیت پذیر بودیم مسلما که ما تلاش میکنیم که این معضلات از ادارات مختلف افغانستان برچیده شود و بله. یک ادارات سالم پیش بیاید که تا او بتونه که تمام برنامه های ما را مدیریت کنه و ما هم یک فرد باشیم که یک فرد تاثیرگذار یک فرد باشیم که در اجتماع مردم ما را بپذیره به عنوان به عنوان یک شخصی که ما نام نیک داشته باشیم مزوی داره اگر ما بر کنار رو میشیم اگر ما میریم دیگه دا دارید دیگه مردم بفهمه که واقعیت نمی شخص یک بوده است که این دمی امر مبارزه با فساد تشک داری تشک بیشتر تلاش کرده و این را کاهش داده سلامت باشین آقای اکبری و یک موضوع دیگه هم خیلی, خیلی مهم است که مردم خودشان هم میتاره در این راستا تلاش کنن تا که بتونن بیدونه... کاهش به فساد بیدونه... اداری را حالا می خوام کوتاه مختصر در رابطه با راه حلایی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه با عنوان یک شهروا با عنوان کسی که مسئول یکی از نهادهای مدنی هستی نظرتون رو بر ما داشته باشه خب ما در این راستا برنامه‌هایی داشتیم البته مبارزه با فساد داری برنامه‌هایی داشتیم و هر شهروند و هر فرد جغرافیایی به نام افغانستان مسئولیت در این قبال مسئولیت است که اگر ما میریم در یک اداره بینیم که اینجا رشوت است یا اینجا ما میریم که فساد داره. اخلاقی است یا فساد داری است یا اینجا البته اخاذی گرفتن به شکل علنی است میشه که ما اینجا مستند بگیریم و حتی میشه که به شکل ویدئویی ما ویدئو ویدیو بگیریم بیایم به حکومت را برسانیم به اداراتی که زی دخل است به مسئولین به مسئولین و برسانیم تا هم چه گرفته شود و هر فرد و هر شهروندی افغانستانی مسئولیت است که در این قبال مبارزه کنه و این البته تنها بستگی به اداره نداره هر شخص شر... هر شهروندی که در این کشور زندگی میکنه و البته اقتصادش منوط به کشور است و میتونه که در این امر ای مبارزه تلاش کنه تا, ما... تا باشه که جلو از این ما بیشتر بگیریم و نگرانی که ما داریم از این نگرانی و از تشویش ما راهی ببخشیم تا ما بتوانیم یک ادارات سالم داشته باشیم تشکر از حضورتون آقای اکبری گفتنه که باقی در ظرف چند فقط یک من یک پیام کوچک دارم به مردم افغانستان که بیاین از چند دست دستگی با یک دستگی بیایم از چند پارچگی به یک پارچگی به خاطر یک افغانستان با ثبات به خاطر یک افغانستانی که فردا اگر ما نبودیم هم در در, در غیاب ما کسایی که اینا حالا میان در افغانستان قلم و قدم میذارن ما را به به نام کنن و ما یک فرد تاثیرگذار باشیم ان شاء الله با امید خدا زنده و سلامت باشین تشکر باش. از حضورتان سپاس از شما ایزان که تا این با ما همراه بودیم و بیننده برنامه حساب زندگی رفت و برگشت کوتاه هستیم در خدمتتان صبح بخیر تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین